تاپ گان ماوریک شاخص‌ترین فیلم سال 2022 بود، با داستانی درباره شکست یک دشمن خطرناک در کشوری شبیه ایران در خاورمیانه توسط روح خلبان جت‌های جنگنده آمریکا با بازی تام کروز. فیلمی درباره قهرمانی و میهن پرستی که با 718 میلیون دلار فروش قهرمان سال گیشه سینماهای آمریکا شد. منتقد خبرگزاری اسوسییتد پرس لینسی بار میگوید شکاف بزرگی هست میان فیلم‌هایی که توده‌های تماشاگر در گیشه برای آنها پول می‌پردازند و فیلم‌هایی که منتقدها دوست دارند و اشاعه می‌دهند. در سال 2022 بعد از تاپ گان ماوریک، دنباله پلنگ سیاه، فیلم واکاندا برای همیشه و همچنین روایت تازه‌ای از سریال سینمایی ابرقهرمانی دکتر استرنج از واحد مارول شرکت دیزنی پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا بودند. اما فیلم ایرانی خرس نیست، از سینماگر زندانی جعفر پناهی برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز که اکران تجاری آن در سینماهای آمریکا ماه گذشته بهمن ماه شروع شد، از دید منتقدهای رسانه‌های برجسته آمریکا به عنوان یک دستاورد یگانه هنری بهترین فیلم سال 2022 اعلام شد. سرمنتقد نیویورک تایمز ای او اسکات خرس نیست را اثری اندیشمندانه درباره دو وجه تجربه فیلمسازی می‌داند: ساخته شدن و دیده شدن. جیمز کامرون سازنده فیلم اوتار همراه با دست‌اندرکاران در مراسم افتتاح اکران جهانی اوتار راه آب در لندن. اکران فیلم سه‌بعدی اوتار دوم، آن هم 11 سال بعد از آنکه اوتار با نزدیک به 3 میلیارد دلار فروش رکورد تاریخی فروش گیشه در جهان را شکست، از رویدادهای عمده سینما در سال 2022 بود. هرچند فروش اوتار در هفته‌های آغازین اکران در جهان از انتظار ناظران پایین‌تر بود، با این حال با بیش از 279 میلیون دلار فروش، بخش دوم اوتار در مقام هشتم فهرست پرفروش در این فیلم‌های سال قرار گرفت. خالق اوتار جیمز کامرون میگوید استودیوی دیزنی پروژه اوتار او را صاحب شد که میتوانست نتیجه منفی داشته باشد، ولی مقامات دیزنی به او تاکید کردند که طالب کیفیت هستند و فیلم اوتار را میخواهند و مایل هستند با نمایش این فیلم در سینماها تجربه سینما رفتن را به مردم یادآوری کنند. رویداد شگفت‌انگیز دیگر سینمای سال 2022 اکران فیلم همه چیز همه جا همه با هم بود که 70 میلیون دلار در آمریکا و 30 میلیون دلار در خارج از آمریکا درآمد داشت. کسی تصور نمی‌کرد که فیلم کم‌خرجی درباره صاحب یک رخشوری در تلاش برای پرداخت بدهی مالیاتی که ضمناً مدام در جهان‌های موازی سیر می‌کند به یک فیلم پرفروش تبدیل شود.